کمیسیون انتخابات پاکستان امروز یک شنبه نتایج نهایی انتخابات سراسری 8 فوریه را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری الجزیره، کمیسیون انتخابات پاکستان در اعلام نتایج نهایی اعلام کرد نامزدهای مستقل متحد حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان 97 کرسی از 265 کرسی مجلس ملی را به دست آوردند. همچنین حزب مسلم لیگ نواز پاکستان به رهبری نواز شریف نخست وزیر سابق 76 کرسی و حزب مردم پاکستان 54 کرسی به دست آورده است. هنوز مشخص نیست که چه کسی برای قدرت گرفتن یک حزب سیاسی یا ائتلاف دولت را تشکیل خواهد داد. پیش از این متحدان عمران خان هشدار داده بودند که در صورت اعلام نشدن نتایج انتخابات راهپیمایی می‌کنند. رئیس جمهور پاکستان در واکنش به جنجال‌های شمارش آره انتخابات گفت که مشکلات کنونی ناشی از نبود ماشین الکترونیکی رأی‌گیری و شمارش آره است. عارف علوی تأکید کرد استفاده از ماشین‌ها را بیش از 50 بار در نشست‌های قبل از انتخابات گوشزد کرده بود. از سوی دیگر گزارش‌ها از وجود تخلف و بی‌نظمی در روند انتخابات روز پنجشنبه هفته گذشته در پاکستان واکنش‌های شماری از کشورها و نهادهای بین‌المللی را برانگیخته است. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا به طور جداگانه نگرانی خود را در مورد روند انتخابات پاکستان ابراز کردند و خواستار آن شدند که در مورد تخلفات و بی‌نظمی‌های گزارش شده تحقیقات صورت گیرد. در بیانیه اتحادیه اروپا درباره انتخابات پاکستان به نبود زمینه برای رقابت برابر اشاره شده و این موضوع به ناتوانی برخی بازیگران سیاسی در رقابت انتخاباتی و محدودیت آزادی تجمعات، آزادی بیان و دسترسی به اینترنت نسبت داده شده است. وزارت امور خارجه آمریکا ضمن اشاره به خشونت و حمله به کارکنان رسانه‌ها در پاکستان، وجود محدودیت‌های بی‌مورد و محدودیت آزادی بیان و تجمع آزاد در این کشور آسیایی را یادآوری کرده است. بیشتر صحبت کنیم در این باره با محمد نبی سروری، کارشناس روابط بین الملل از وین که با ما همراه هستند. سلام، وقت شما بخیر. جناب آقای سروری، به باور شما دلایل تأخیر اعلام نتایج نهایی انتخابات چه بوده؟ من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان محترمتان. خدمت در شود که انتخاباتی که همواره در پاکستان برگزار میشه معمولا یک جنبه ابزاری و نمایشی داره. مردم دو کشور هرگز تصمیم گیرنده نبوده نیست و امیدوارم که روان همچنان در آینده ادامه نداشته باشه. تصمیم گیرنده اصلی در حقیقت در پاکستان همی نظامی ها و اردوی پاکستان هسته و امینایان که به معنای واقعی کلمه، اما حکومت و سیاست و قدرت در پاکستان چی میکنن؟ مدیریت میکنن و اینا از سازوکارهای دموکراتیک به منظوری از امو مشروعیت بخشیدن حکومت منتخب و دلخواهشان استفاده میکنن. من فکر میکنم که اگر اعلام نتایج انتخابات طی چند روز آینده به تأخیر بیفته یک اتفاق خاصی در کشور نخواهد افتاد و نتیجه همو چیزی میشه که در حقیقت نظامی های کشور میخواه. بله، احزاب عمده و رقبای اصلی انتخابات همه ادعای پیروزی دارند. با اعلام نتایج نهایی آیا این تنش های سیاسی عمیق‌تر خواهند شد؟ مسلم است که با اعلام نتایج نهایی از این گونه انتخابات های مهندسی شده تنش های سیاسی به طور قطعی افزایش پیدا میکنه. اما قسمی که ما و شما در جریان هستیم، بر حسب اعلام نتایج ابتدایی از انتخابات پاکستان، حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان پیشگام هستند
و اینا اعلان کردن که اگر اعلام نتایج نهایی به تاخیر بیفته ما دعوت به فراخوان عمومی میکنیم مردم ها که به صورت گسترده یک راهپیمایی سراسری در سر تا سر پاکستان به وجود بیاید. و از طرف دیگر احزاب دیگر هم میبینیم که به دنبال ائتلاف است با سایر احزاب از جمله حزب مسلم لیگ، میبینیم که با حزب مردم و حزب خلق وارد ائتلاف شده و آن هم در تبانی با نظامی های پاکستان تا زمینه یک حکومت ائتلافی در پاکستان فراهم کنند و به وجود بیاورند. با وجود از این حزب تحریک اسلامی پاکستان، تحریک انصاف پاکستان پیشتاز زده این انتخابات که رهبرش هم در زندان به سر میبره. بله آقای سروری، باستا و واکنش های بین المللی انتخابات پارلمانی پاکستان چگونه بوده است؟ واکنش های بین المللی از کشورهای مختلف در قبال از همین انتخابات پاکستان به صورت بسیار گسترده بوده و اکثریت کشورها در قبال از همین انتخابات مجهولی که مثلا در پاکستان برگزار شده ابراز نگرانی کرده و از جمله میتونیم به کشورهای چون ایالات متحده آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا اشاره کنیم که کشورها هر کدام به صورت جداگانه یک بیانیه های را صادر کردن و خواستار تحقیق بیشتر در قبال از این انتخابات پاکستان شدن. سپاسگزارم از توضیحات شما. محمد نبی سروری، کارشناس روابط بین الملل از وین.